حالا باز شنیدی میخوام برای این قرارداد 20 ساله با یکی دیگه ببندم. خب اونم پنهان. اما وقتی مقامات میان چه به به چهچه ای میکنن، راجب برجام یادمون رفته چه به به چهچه ای میکردن مقامات کشور. همون موقع من یادم ادهی میگفتن آقا چه تضمینی هست، شما همش تعهد دادی، تضمینی نیست تو اینها، اون مقداری که خودتون منتشر کردید. تا نخیر نخیر وزیر خارجه اونجا تعهد داده است، رئیس جمهور اونجا میگفت آقا ما یه جوری قرارداد بستیم که رئیس جمهور بعدی بتونه نقضش کنه. اینا گفتن نخیر نه ولی میتونه بیخود میکنه آقا، چه کسی نفسی میکنه. آوردم پنهانی و 20 دقیقه تصویب و یه کلاهی سر خودشون و ملت گذاشتن که حالا تا سالهای سال باید تبعاتش رو تحمل بکنیم. بعد حالا رفتن قرارداد 25 ساله، حالا دوباره 20 ساله. از کدام موزه دارید میرید؟ از موزه ضعف؟ از موزه اقتدار؟ الان همه تحلیلگران جهانی و ناظران جهانی میگن ایران در موضع ضعف قرار گرفته، اقتصادی ضعیف شده، مناسب اجتماعی ضعیف شده، اعتماد مردم از دست رفته، مردم نیستن تو صحنه. پس از چه موضعی میخواد برید دوره قرارداد 20 ساله با کسانی که ما ازشون تجربه تاریخی داریم، هیچگاه کمک ما نکردن، در بزنگاه‌های تاریخ خالی کردن. دیگه تجربه همین تاریخ معاصره دیگه، نه چشمون رو ببندیم که باز از موضع ضعف میریم، بازم پنهانی. برو به چه حساب؟ من تو قرارداد 25 ساله گفتم اینجا میگم هر قراردادی که پنهان از نظر ملت بسته بشه، ملت در جریان نباشه، نظر نده، از نظر ملت قابل قبول نیست. اونا بشنون. من یه ایرانی هم، یه نفر هم کوچیک ملت ایران، ولی بدونم نه شربی هاش میترسم نه از غربی چکره هستم. نمیده در واقع ضعف از دوره امتیاز بگیرم از یه عده با اینایی که اگر برن پنهانی امضا کنن اصلا از طرف ملت نیست، امضاشون اعتباری نه. چطور این تفکر توجیه میشه که با تکیه به بیگانه ما از مشکلات عبور کنیم؟ اعتراضی بود که ما داشتیم قبل از انقلاب. آقا شما به تکیه به بیگانه میخوایی مسائل رو حل کنی و به ملت تکیه بکنی، به ملت رو میزنی کنار، مجبور میشی دوره رو اون تکیه کنی. ما که خواهل آنم بیگیم کس نخواهد پشت من جز ناخونه انگشت پشت من.